روی دیگر سکه رجزخانی ها و قدرت نمایی های پوشالی. این روزها رژیم غرق در بحران آخوندها در دورانی که هر روز اعتراض ها گسترش یافته و تنین آنها در خیابان ها به گوش می رسد می کوشد که با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارد. در این راستا خامنه ای خرمهره های نظام را به صحنه فرستاده تا با خط و نشان کشیدن های مضحک برای سایر کشورها و ادعای رونمایی موشک و کشف معادن اورانیوم اصل مطلب را که همان بنبست بیراه حلی این رژیم است بپوشاند. در ادامه افشای یک سری پنهانکاری های این رژیم در زمینه اتمی و نیاز به قدرت نمایی برای حل بحران های داخلی، صالحی رئیس سازمان اتمی رژیم مجدداً به صحنه آمد و مدعی اکتشافات جدیدی شد. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت در اکتشافات هوایی اخیر همزمان با کشف اورانیوم توانستیم معادن دیگری مانند آهن، مس و عناصر نادر خاکی را نیز پیدا کنیم و هم‌اکنون به ذخایر بسیار ارزشمند آهن رسیده ایم. علی اکبر صالحی گفت اکتشافات هوایی پیجویی‌های زمینی و استخراج کاملا بومی شده و توانستیم 78% ایران را پوشش دهیم. آقای صالحی همچنین درباره توان کشور در ساخت سانتریفیوژ گفت در شرایطی قرار داریم که می توانیم سانتریفیوژها را به جای مهندسی معکوس طراحی علمی کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد ایران یکی از پیشدادترین کشورها در زمینه تولید رادیودارو در غرب آسیا است. ما در رادیودارو حرف برای گفتن داریم. یعنی رادیوداروهای جدید رو دو هم پا به پای تقریبا اگر قلوف نباشه پا با پای کشورهای توسعه یافته در این زمینه داریم جلو میریم. صالحی در ادامه مدعی شد تولید آب سنگین در حال پیشروی است و آب سنگینی که رژیم تولید میکند خیلی مرغوب است و در دنیا نظیر ندارد. همزمان با صالحی موسوی فرمانده ارتش تحت امر آخوندها هم به صحنه آمده و از نوعی از موشک های کروز رونمایی کرد. پیشرفت‌های قابل ملاحظه در موشک‌های کروز ایرانی با رونمایی از هویزه. موشک هویزه با برد بیش از 1300 کیلومتر توانایی انهدام طیف متنوعی از اهداف را با توجه به قابلیت‌های تاکتیک پذیری خود دارد. پیش از این موشک کروز زمینی سومار که سال 93 رونمایی شده بود 700 کیلومتر برد داشت. با آمادگی که با زمانی که برای آمادگی اون در واقع مورد نیاز هست زمان بسیار کوتاه، پرواز در ارتفاع کم دارای قدرت سرجنگی بلند انشالله خواهد توانست زنجیره دفاعی کشور عزیزمون رو مستحکم بکنه. و اما به تجربه 40 ساله هر کجا که این رژیم دود و دم راه میاندازد دقیقاً آدرس نقطه آسیب پذیری خود را با بیان معکوس میدهد. ضمن اینکه قدرت نمایی هایی که به گزارش رویترز و به نقل از کارشناسان خارجی گزافه گویی های رژیم را منعکس می کند برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات و بحران های داخلی این رژیم است و بیشتر به جهت مصرف داخلی، جهت دلداری دادن به مزدوران وارفته و به قول فائزه هاشمی فروپاشی شده بدنه این نظام است. روی دیگر سکه این لاف و گزاف ها بحران‌های گریبانگیر این رژیم است. در بیان ورشکستگی اقتصادی، مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، یک شنبه 14 بهمن در یک همایش دولتی تحت عنوان حکمرانی از وضعیت بد اشتغال در ایران گفت: هفته ای نیست که 10 تا 50 شرکت بزرگ تعطیل و صدها کارگر بیکار نشوند. زهرا سایی، عضو مجلس رژیم در مصاحبه با خبرگزاری مجلس آخوندها، خط فقر را اینطور بیان می‌کند. خط فقر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای زندگی در شهر تهران 3,200,000 تومان اعلام شد.